آقای گلریز، از اهمیت سفر خانم پلوسی به اسرائیل و تاکید ایشون بر حمایت آهنین آمریکا از اسرائیل لطفاً برامون بگید. درود بر شما و بینندگان عزیز. سفر خانم پلوسی پس از سفر آقای گراهام هست که از رپابلیکن ها، از جمهور جمهوری خواهان پرنفوذ در واشنگتن هست، همون شخصیتی که حدود چند روز پیش همراه با رئیس کمیسیون روابط خارجی سنا یعنی آقای منندز طرحی رو ارائه دادند برای اینکه تبدیل به قانون بشه و در اون طرح یک نوع بانک اورانیوم غنی شده رو در منطقه پیشنهاد بدن و از این طریق حتی بخشی از تحریم ها رو که در حال حاضر مطرح هست تعلیقش رو به عقب بندازن. همه اینها نشون دهنده این هست که هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان به این جمع‌بندی رسیدن در واشنگتن که حتی احیای برجام نمیتونه تضمین کنه مسئله صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، و از این طریق هم برای انتخابات و هم برای میشه بگیم مهار جمهوری اسلامی این چنین سخن میگن و این چنین در حال رفت آمد هست. حالا آقای گلریز، با توجه به اینکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی از کنگره آمریکا خواسته که درباره پایبندی آمریکا به برجام بیانیه سیاسی صادر کنه، این سفر خانم پلوسی احتمالاً چه تأثیری در مذاکرات اتمی ایران در وین خواهد داشت؟ سفر خانم پلوسی نشون دهنده حمایت دوباره دموکرات ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره در امریکا هست از اسرائیل، و سفر مهمیه. همچنین سفر آقای گراهام، و همونجور که عرض کردم خدمتتون، به نظر میاد که جمع‌بندی به اینجا رسیده در واشنگتن که حتی احیای برجام هم نمیتونه کمک کنه برای نگرانی های هم اسرائیل و هم امریکا. صحبت آقای عبداللهیان صحبت جالبیه و در عین حال عجیب. ببینید، این که آقای عبداللهیان مطرح میکنه که یکی از شاخصه های تضمین دادن آمریکا این هست که کنگره و سنا به وسیله یک بیانیه سیاسی یا یک نوع میشه بگیم موضع‌گیری سیاسی مسئله برجام و احیای اون رو تایید بکنن، عجیبه. به این معنا هستش که یعنی اگر این بیانیه صادر بشه، عملا تا انتخابات آینده این نوامبر سال 2022 این احیا و این بیانیه میتونه معنا داشته باشه، و پس از اون معلوم نیستش که در امریکا چه اتفاقی بیفته، یعنی تعداد صندلی هایی که الان تقسیم شده در آینده به چه شکلی باشه. و من تعجب میکنم که آقای عبداللهیان چنین سخنی رو گفته، یعنی خودشون در عمل بر ضد احیای برجام و پایداری اون بعد از انتخابات میان دوره‌ای حتی دارن سخن میگن. حالا جدا از این که اصلا این عملی نخواهد بود، من فکر میکنم که نوعی استیصال رو در مذاکره کنندگان ایرانی نشون میده. ممنون از شما آقای دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لاهه هلند.